علامه امینی رضوان و رحمت خدا به روحش تمام زندگیشو وقف امیرالمومنین کرد. یه بزرگی گفت در عالم خواب علامه امینی رو دیدم. علامه امینی گفت اگر خواستید مرا یاد کنید، روح مرا شاد کنید، حمد و سوره نمیخواد بخونید، یک چیز بگید من خوشحال میشم. اینو خیلی زنده کنید، تو مجالس بگید و گریه کنید. چی بگیم؟ گفت به مردم بگید که آی مردم، به گردن ارباب و آقا و امامتون امیرالمومنین ریسمان انداخته. اینا رو بگید، مظلومیت علی رو بگید، علی علی علی. گفت اگر نبود وظیفه‌ام که این کتاب رو بنویسم، آرزو داشتم بشینم یه گوشه ای تو حرم امیرالمومنین صبح و شب به مظلومیتش فقط گریه کنم. 40 سال زحمت کشید تا این الغدیر رو نوشت. 10,000 جلد فقط از کتب اهل سنت خوان. 10,000 جلد کتاب مطالعه کرد که وقتی سنی ها هر اشکالی میکردن، یه عده گفتن یه حرفا رو از کجا میگی؟ این حرفا رو تو درست کردی، این حرفا شیعه ها درست کردن، این حرفا از ما نیست. هر چه میگفتن میگفت اینا تو کتابهای خودتونه. یه وقتی در یک مجمعی در بغداد کنفرانس علمی به قول امروزی‌ها، یه اجلاس علمی شیعه و سنی، بعضی از علمای اهل سنت به علامه امینی اشکال کردن، گفتن آقا شما علی رو قلوف میکنی، خیلی بالا میبری، ما علی رو قبول داریم، حالا خلیفه چهارم، شما خیلی بردیش بالا. گفت ما چه قلوف کردیم؟ چه قلوفی؟ گفتن این که به علی میگین علی عین الله، علی ید الله، علی دست خداست، چشم خداست، این قلوفه. علامه امینی فرمود صبر کن، صبر کن، کتاب‌های ما رو قبول نداری، کتاب‌های خودتون رو که قبول داریم. بله؟ گفتم بله. گفت از کتاب‌های خودتون میگم که نوشتید علی عین الله ید الله هست. گفت کجا که ما خبر نداریم. گفت خب خودتون خبر ندارید، من 10,000 جلد کتاب‌های شما رو خوندم، بیاورید کتابشو، ریاض النضره فی فضائل العشرة المبشره. اینم ما سالها گشتیم، این کتاب رو ما هم پیدا کردیم، مال محب الدین تبری از علمای بزرگ اهل سنت. گفت علامه بیارید این کتاب رو. این عالم سنی در این کتاب میگه که زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن الخطاب آمده بود مسجد الحرام زیارت خانه خدا. وقتی زیارتش کرد، گوشه ای ایستاد، وجود نازنین آقای عالم ولی الله الاعظم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تشریف آورده بودن به زیارت خانه خدا، طواف میکردن. یه جوانی یه دفعه آمد پیش عمر ابن خطاب، گفت جناب عمر ابن خطاب، ای خلیفه مسلمین، احکم بینی و بین ابوالحسن، به صورت من سیلی زده ان، اشک از چشمانش جاری میشد. همه رو اون سنی نوشته تو کتابش، امینی داره به اینها میگه، حواست باشه. گفت چه کسی به صورت تو سیلی زده از کنار خانه خدا؟ گفت ابوالحسن علی ابن ابی طالب به صورت من سیلی زده است. علی سیلی زده؟ پس حسابی داره، وایسته کنار. اگر علی زده اون میفهمد که علی اگر زده حسابی داره. امیرالمومنین رو طلب کرد، گفت انت ضربت هذا الرجل، تو به صورت این جوان سیلی زده ای؟ قال نعم، فرمود بلی من سیلی زدم. قال لماذا، چرا زده ای؟ امیرالمومنین فرمود رأیته یتأمل حرم المسلمین فی الحرم. اینا درس های قدیره، یاد بگیریم. فرمود دیدم این جوان کنار خانه خدا به ناموس مردم دارد بی حرمتی میکند و چشم چرانی میکند. علی چشم پاک میخواد، ادبش میکنه. خب سنی هم نوشتن، عمر ابن خطاب رو کرد به این جوان، نگفت جوان برو دنبال کارت، علی دیده گناه کردی کتکت زده، نه، گفت لقد وقعت علیک عین الله و ضربتک ید الله. عمر ابن خطاب هم اقرار کرد، اینجا فضیلت به زبانش آمد، گفت ای جوان چشم خدا دیده که گناه کردی، دست خدا هم عقوبتت کرده. او هم میگه چشم علی چشم خداست و دستش دست خداست، مازای است نه عمر. عمر بیچاره چیکار کنه؟ برو دنبال کاره. علامه امینی گفت شما خودتون میگین، خلیفه خودتون گفته علی یدالله و علی عین الله. گاهی از اوقات سنگت هم میزنند، اگر خالص مخلص بخوای برای امیرالمومنین کار کنی، گاهی از اوقات متهمت هم میکنن، سنگت هم میزنن، باید تحمل کنی. علامه امینی گاهی از اوقات برای به دست آوردن یک کتاب خونه دل میخورد، کتاب بهش نمیدادن. گفت رسیدم به یک کتابی که دنبالش بودم، یه فضیلت امیرالمومنین از این کتاب پیدا کنم. شاید ربیع الابرار زمخشری، اون زمان کم بوده، الان زیاد چاپ شده، ما هم داریم تو کتابخونه. اون زمان 3 نسخه بیشتر نداشت، یکی مان امام یحیی در یمن، دومین عالمی در سوریه، سومین یا عالم در نجف. علامه امینی بلند شد آمد در خانه این عالم رو زد. حالا این عالم که داشته، این عالم از دنیا رفته بود، کتاب ارث رسیده بود به ورثش، ولی کتاب نسخه چی؟ انحصاری، نسخه منحصر به فرد، قیمتی. در خانه این عالم رو زد. بچه‌هاش آمدن، بچه‌ش آمد، آقا من این کتاب رو امانت میخوام برای تحقیقم. گفتن این کتاب رو داریم ولی بهت نمیدیم. گفت آقا یک شب به من امانت بدید. گفتن نمیدیم. گفت آقا کتاب رو امانت نمیدی، بذار بیام من اینجا بشینم خودم مطالعه کنم، نوت برداری کنم. گفتن نمیدیم. آتش گرفت علامه امینی. میگه دوان آمدم حرم امیرالمومنین، های گریه کردم که یا علی تو 1400 سال پیش مظلوم نیستی، الان هم مظلومی. یه نوکرت میخواد برای شما کتاب بنویسه، از یک نوکر دیگت میخواد که آقا این کتاب رو بده به من که تحقیق کنم، میگه نمیدم، بخل میکنه. من چیکار کنم؟ یک دفعه میگه یه صدایی از ضریح منور و مضجع منور شنیدم. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود امینی گریه نکن، حل مشکل تو کربلا پیش حسین من است، برو کربلا. فردا صبح، اول صبح بلند شدم، با ماشین آمدم از گاراژ، آمدم نجف به کربلا، رفتم زیارت سید الشهدا، بعد آمدم زیارت آقا ابوالفضل. تو بین الحرمین بازار راه میرفتم، یک دفعه یه آقایی از رفقای من دید، شیخ عبدالحسین امینی وسط هفته کربلا چیکار میکنی؟ چون نوعا رسم بوده که چی شبای جمعه میرفتن یا ایام زیارتی، وسط هفته کربلا چیکار میکنی؟ گفتم دیگه آمدم زیارت، قصه رو نگفتم که چیه، امیرالمومنین تو گوشم چی گفته. گفتم آمدم زیارت. صبحانه خوردی؟ نه، بیا خانه ما. مرا برد خانش، تو حیاط یه فرشی پهن کرد، باغچه ای داشت، صبحانه بیاره. علامه میگه به این شیخ گفتم کتابخانه نداری؟ گفت چرا آقا؟ گفتم منو ببر تو کتابخانه. گفت شیخ عجله نکن، صبحانه رو اینجا بخور، چای صبحانه، بعد میبرمت کتابخانه. علامه گفت آقا من عاشق کتابم، منو ببر پیش کتابخانه، صبحانه من کتابه، همونجا یه لقمه نون میخورم. بفرمایید. میگه رفتم تو کتابخانهش، چندین قفسه کتاب بود، همینطور نگاه میکردم. یه دفعه رسیدم به یک کتاب، اصلا انگار یه صدایی به گوشم گفت امینی این کتاب رو بکش بیرون. تا میگه این کتاب را بین این صدها کتاب کشیدم بیرون، یک دفعه دیدم الله اکبر، گم شده من همین کتابه، همونی که دنبالش بودم. شروع کرد های گریه کردن. صاحب این کتابخانه رفیقش گفت چرا گریه میکنی شیخ؟ گفتم قصه اینه، امیرالمومنین منو حواله داد کربلا، حالا باید بیام کربلا، بیام خانه تو، گم شدم و تو کتابخانه تو پیدا کنم. و آقام گفت جناب امینی میدونی این کتاب نسخه منحصر به فرده، 3-4 تا بیشتر نسخه نداره. گفتم بله میدونم. گفت هزاران هزار دینار این کتاب میارزه، قیمت داره، ولی چون تو رو امیرالمومنین و امام حسین حواله کردن بیای خانه من، با خط خودش نوشت این کتاب هدیه‌تون. به کی؟ به علامه امینی، من هدیه میکنم به تو. خون دلها خورد علامه امینی، زحمت ها کشید آقا، گاهی از اوقات 18 ساعت در شبانه روز نوشتن مطالعه میکرد. بعد اینطور زحمت کشید برای امیرالمومنین، جواب اینها رو داد. گفتن امینی الغدیر چیکار کرد؟ 50 سال پیش وقتی گفتن امینی کتابت چیکار کرد؟ 50 سال پیش نسخه ها رو آورد، دفترها رو آورد، کیسه ها رو آورد. 50 سال پیش در اون زمان حدود 15000 نفر به بلکت الغدیر امینی شیعه شده بودن، 15000 نفر. الله اکبر. دست چند تا رو گذاشت تو دست امیرالمومنین. بعد گفت در عالم رویا دیدم، گفت دیدم قیامتی برپا شده است، صحرای محشر و قیامت. الله اکبر. حوض کوثر، تا کار میکنه آب داره موج میزنه. ساقی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فداش بشم. شیعه ها میرن جلو با جام بلورین از آب کوثر امیرالمومنین به دهانشون میدهد. یک دفعه دیدم همهمه شد، ولوله ای شد. چه خبره؟ گفتن امینی داره میاد. گفتم ببینم امیرالمومنین با امینی چه میکنه، چون این عمرشو وقف امیرالمومنین کرد. ببینم امیرالمومنین با علامه امینی چه میکنه. میگه تا چشمان نازنین امیرالمومنین از دور به علامه امینی افتاد، این جام رو گذاشت کنار، دو دست مبارکشو امیرالمومنین زد زیر آب، دو کف رو پر آب کرد، حرکت کرد به طرف علامه امینی. وقتی نزدیک شد مقداری آب به او خوراند و بقیه آب را به صورتش پاشید. فرمود بیض الله وجهک لقد بیضت وجوهنا. امینی خدا صورتت را و خودت را سفید روی و آبرومند قرار بده. خدا رویت را سفید کند که آبروی ما را در دنیا حفظ کردی و ولایت ما را و قدیر ما را زنده کردی. میگه من رفتم جلو به امیرالمومنین گفتم آقا برای امینی اینطور حساب فوق العاده ای باز کردین. فرمود مگر نمیدانی الغدیر قدیره، القدیر قدیره، قدیر قدیر امینی است. امینی برای قدیر زحمت کشیده، امینی برای قدیر جانش را گذاشت و فداکاری کرده. القدیر قدیره.